یه حس هست که مقاومت عملا پیچیده مبارزات میدانی رو پایین داشت. ما جبهه داشتیم، شهید داشتیم، به دارم اسیر داشتیم، صدها زخمی داشتیم. همش به اسناد همش فیلم مستند شما لایک از داخل نقطه جنگی قنیشیر لایک داشتیم. زمانی که فرمانده محبوب ما شهید خیلی‌ها زنده بودن، شما لایک داشتیم و مبارزه صد تاریخ شده بود. درگاه درگیری شد، درگیری بود همون زلال. ولی یک اتفاق وجود داشت در سال اول، طالبان که نتونستن در برابر مبارزان ما، مقاومت‌گرای ما در کوپای این دو کوچ تاب بیارن، تلفات سنگینی داشتن. به سراغ مردم منقولی آمد، یعنی زن، مرد، جوان، رعایای پنجشیری رو گرفتن، زندان بردن، شکنجه کردن و کشتن. بله. و بالاخره جنبندی موسا در رهبری مقاومت این شد که اگر قرار باشه مثلا ما بیایم دو تا طالب رو، پنج تا طالب رو، ده طالب کسی رو بکشیم، ولی در ادراک مثلا 100 نفر، 1000 نفر، 2000 نفر ما اسیر بشن، کشته بشن، این مقبول نیست. لذا مبارزات جبهه‌ای رو تبدیل کردن به مبارزات چریکی، لحظه‌ای، مبارزات شهری. و الان در 15 استان افغانستان، در 15 ولایت افغانستان ما مستمر عملیات چریکی و عملیات شهری داریم. شما امروز گزارش رو ببینید، دیروز گزارش رو ببینید، در هفته گذشته فقط جبهه ما، جبهه مقاومت، نزدیک به 10 عملیات شهری در نقاط مختلف افغانستان داشته. و به خاطر که ما نه از جان خودمون، بچه‌ای که سلاح گرفتن برای شهادت آماده شده، ولی که به خاطر که توده‌های مردم آسیب نبینن، این رو بالاخره نظامی‌ها سلاح دانستن که فعلا از حالت جبهه‌ای به حالت پارتیزانی چریکی و حالت چریکی شهری تبدیل کنن. مضاف بر این که من خیلی مخلصانه میگم که اخبار رو بفهمم، چه کسی در روی زمین به ما کمک کرده که ما بتونیم به جغرافی رو بیم بعد نگرش داریم. اما مثلا حرفش این است که ما به راحتی میتونیم یک ولسوالی، دو ولسوالی، در ولسوالی رو در یک هفته بگیریم، ولی بعد نگه داشتن اون تجهیزات کار داریم، اکمالات لازم داریم. احمد شاه مسعود شهید یک منطقه رو میگرفت، امکانات وزارت دفاع جمهوری اسلامی افغانستان در اختیارش بود. احمد شاه مسعود میتونست جغرافی رو بزنه، سردار سلیمانی پشتش وایساده بود، هلیکوپترهای روسی پشتش وایساده بود، امکانات دولت جمهوری اسلامی کنارش بود، از پشتون، از تاجک، از هزاره، از شیعه، از سنی، ازبک همه پشتش بودن. یعنی اردوی افغانستان در اختیار احمد شاه مسعود عنوان وزیر دفاع بود. این زمان رو بعد مقایسه به اون زمان، ما وقتی رفتیم مقاومت شروع کردیم چی داشتیم؟ ما چه کسی به ثابت بگاره بس بر ما چی داده در بندقه، در جهاد، از این مقاومت چه کسی با چند میسال حمایت کرده که بعد بگه مثلا شما برید بزن فقط تصویر جغرافیا بود؟ اون چی که تا حالا اتفاق افتاده مثل معجزه بوده که هنوز ما سلاح داریم، هنوز ما شلیک میکنیم، هنوز ما طالب را از پا در میاریم. و به این دلیل، به این دلیل دنیا اعتراف کرده به ما، از روسیه تا بیانا تا کشورهای مختلف. حالا اگر شما لازم باشه به این احداث، این حضور جناب آقای احمد مسعود در فرانسه و در پارلمان اروپا، بخواست من توجیه کردم که جهان بر اساس همون مقاومت نظامی ما رو قبول کرده.